حدود سه ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیشتر باقی نمانده است. انتخاباتی که در آن علاوه بر رئیس جمهوری و معاون وی تمام 435 عضو مجلس نمایندگان، 33 سناتور و همچنین فرمانداران 13 ایالت آمریکا در انتخاباتی آزاد از سوی مردم برگزیده خواهند شد. در انتخابات سراسری سال 2012 آمریکا به دست آوردن اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان برای دموکرات ها حائز اهمیت فراوان است. در چارچوب فرمانداران ایالت ها باید گفت که آنان نقش عمده در اجرای برنامه های رئیس جمهوری به ویژه سیاست خارجی نخواهند داشت. اما هر گونه موفقیت یا عدم موفقیتی در چارچوب مجلس نمایندگان یا مجلس سنا می تواند رئیس جمهوری را از اقلیت به اکثریت و یا از اکثریت به اقلیت برساند و اینجاست که نتایج انتخابات میان دوره ای که هر دو سال یک بار برگزار می شود برای رئیس جمهوری حائز اهمیت است. تاریخ سیاسی آمریکا نشان دهنده آن است که تایید یا عدم تایید کار رئیس جمهوری بر انتخابات میان تأثیر تاثیر مهمی میگذارد. معمولاً سه عامل مهم در روزهای نزدیک به برگزاری انتخابات در فضای سیاسی آمریکا حائز اهمیت است. موفق بودن دولت وقت، تایید کار رئیس جمهوری و تایید کنگره برگزاری انتخابات مقدماتی برای تعیین کاندیدای حزبی در انتخابات رئیس جمهوری یکی از مهمترین و گاه پرسر و صداترین آزمایش های انتخاباتی است. انتخابات مقدماتی در آمریکا انتخاباتی است که هر یک از احزاب سیاسی با توجه به مقررات داخلی حزبی خود آن را انجام می دهند و در واقع راه را برای کاندیدای خود در انتخابات سراسری هموار می کنند. این انتخابات در برخی از ایالت ها به صورت غیرعلنی انجام می گیرد. به عبارت دیگر کسانی می در این نوع که انتخابات بسته نامیده می شود، شرکت کنند که قبل از آن برای دادن رأی در حزب ثبت نام کرده باشند. در این انتخابات که انتخابات درون حزبی است رای دهندگان مستقل نمی توانند شرکت کنند. در برخی از ایالت ها انتخابات مقدماتی به صورتی برگزار می شود که رای مجبور نیستند قبل از شرکت در انتخابات و دادن رای در حزب نام نویسی کنند. کاندیده ها ام از جمهوری خواه یا دموکرات پس از اعلام نامزدی خود فرصت دارند با شرکت در جلسات گوناگون درج آگهی ها، سخنرانی ها و برقراری ارتباط با رای خود را برای پیروزی در روز رایگیری آماده کنند.